درود دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به ادامه ویدیوهای استان چهارمحال بختیاری. بعد از روستای سراغ سید اومدیم ما سمت شهرستان کوهرنگ. شب موندیم، استراحتمون رو کردیم. امروز هم الان اومدیم به چشمه کوهرنگ، چشمه ای که بهتون بگم یکی از پرآب‌ترین چشمه‌های ایرانه. ببینینش خودتون، چشمه ای که الان داریم می‌بینیم، حالا بالا ببینیم چشمه‌ش هم می‌بینیم، این حجم آبی که ازش میاد قبلا سرچشمه کارون بوده، ولی با صدایی که میزنن الان میشه گفت سرچشمه زاینده روده. چشمه کوهرنگ رو میتونیم سرچشمه اصلی این رودهای زاینده رود، یعنی بزرگترین رودخونه فلات مرکزی ایران و همینطور تامین کننده اصلی آب شرب استان چهارمحال بختیاری بدونیم. همونطور که دارید میبینید، آب فعلی چشمه به شدت گلالوده و دلیل گلالود بودن آب هم سیل عظیمیه که چند هفته پیش در این منطقه میاد. آب چشمه بعد از طی مسیر چند کیلومتری پشت سدی به نام سد کوهرنگ جمع میشه. سد کوهرنگ سال 1332 به منظور تنظیم آب برای تونل اول کوهرنگ که وظیفه انتقال آب به اون سمت کوه و رودخونه زاینده رود رو داشته تأسیس میشه. آب پشت سد هم بعد از طی مسیر 3 کیلومتری به وسیله تونل اول کوهرنگ که در دل کوه احداث شده به سمت دیگر کوه انتقال پیدا می‌کند. سرریز و اضافه آب سد هم به وسیله تونل‌های دوم و سوم کوهرنگ به رودخونه زاینده رود می‌ریزد، ولی در گذشته این آب‌ها روانه کارون می‌شده. قسمت پایینش باریکه، این بریدگیش پیدا از اینجا بغل این بلنده اون روبره اون کوه کارکنانی که اونجا میخواستن ببرن آب و رودخونه رو از این بر ببرن. چشم کوهرنگ از قرنها پیش به دلیل حجم آبی که داشته مورد توجه بوده. شاه عباس صفوی حدود 400 سال پیش دستور میده کوهی رو که مشاهده میکنید رو بشکافن و آب چشمه رو به رودخونه زاینده رود انتقال بدن. دقیقا مشابه کاری که تونل کوهرنگ الان انجام میده. این کار هم بعدها به دلیل کمبود منابع مالی یا فوت شاه عباس متوقف میشه. روستا دیمه برای نهاری هندونه عرض میریم، یا کباب بختیاریه یا جوجه، یا من که نمیخورم آقا میخوره. اینم مثل شما باشیم دیگه. نهارمون هم خوردیم، اون پنیر هندونه خوردیم. اومدم اینجا رو نشونتون بدم، اینجا رو ببینید. این چشمه ای هم که اینجاست بهش میگن چشمه دیمه. از زیر این کوه همش آب میزنه بیرون، از چند جای مختلف هست. اونجا هم داره میزنه بیرون. بعد یه چشمه هم از بالا هست میاد به اینجا ملحق میشه، همراه با آب چشمه کوهرنگ میرن به زاینده رود میریزن.
خب بعد از چشمه دیمه یه 60 کیلومتر رانندگی کردیم سمت جنوب استان، رسیدیم به روستای دهچشمه منطقه پیرقاه. اینجا قرار سه تا کتیبه از دوران مشروطیت رو ببینیم. یه غار هست مال دوران اشکانیان، حالا یه آبشار هم هست، احتمالاً الان باید خوش شده باشه به خاطر که آبشار فصلیه. حالا اگه آب داشت اون هم با هم میبینیم. حالا بریم اول کتیبه ها رو ببینیم، توضیحات کتیبه ها رو بشنویم و بعدش بریم واسه یه غار. اینجا سه تا کتیبه از فرماندهان ایل بختیاری در زمان مشروطه داریم که کتیبه پایینی توسط علی قلی خان سردار اسعد سال 1905 حک میشه و در مورد ریاست خودش و اجدادش بر ایل بختیاری و سرزمین‌های تحت حاکمیت خودشه. دو تا کتیبه پایینی هم به دستور خسروخان سردار ظفر سال 1916 حک میشه که در مورد فعالیت‌های بختیاری‌ها در انقلاب مشروطه، اتفاقات جنگ جهانی اول و همینطور برداشته شدن القاب توسط مجلس در اون زمانه. اگر هم علاقه من به متن کامل کتیبه‌ها هستین، توی دیسکریپشن میذارم، میتونید مطالعه کنید. خب این همون تونلی که گفتم، به خاطر این تاقی شکل بودنش میگن مربوط به دوران اشکانیانه. این هم داخلشه، آره میریم داخلش رو با هم میبینیم. یکم جلوتر ریزش کرده، حدود یه 16-17 متر داخل فکر کنم ریزش کرده، خاطر همین کاربریش رو نمیدونن. احتمالاً میخورده به قلعه یا چیزی بالا بوده، دژی بالا بوده. کامل اینجا رو بکنم ساروجیه. اونجا ریزش کرده، اونجا جلوتر ریزش کرده. آیا دوست 13 متر جلوتر عجیب چیزی ها قشنگ شیبدار هم هست، میرفته بالای کوالا کاربری شو دیگه نمیدونن چیه چون بازش نکردن و آخرش مشخص نیست که کجا میخوره. خب اینجا هم که یه مقداری رنگش زردتره قسمت آبشار فصلیه هست که الان خوش شده، ولی قبلا از اینجا آب میومده. همین الان هم توی فصلای زمستون و اوایل بهار و اینا از این قسمت آب میاد، ولی فعلا وسط تابستون آبی ازش نمیاد. رسیدیم اقامتگاه، ولی قرار نبود الان توی این روستا بیایم اقامتگاه. رفتیم روستای جمغان بعد از پیرقار، قرار بود اونجا از قلعه سردار اسد یه ویدیو بگیریم ولی متاسفانه قلعه بسته بود. بعد روستای جمغان هم اقامتگاه نداشت، مجبور شدیم حدوداً یه 20 دقیقه اینا بیایم سمت جنوب. توی روستا یه اقامتگاه پیدا کردیم، حالا فعلا امشب اینجا بمونیم، فردا برمیگردیم سمت جمغان، قلعه سردار اسد هم با هم میبینیم. بعد دیگه حالا ببینیم برنامه چجوری میشه، احتمالا دیگه فردا بخواییم برگردیم سمت شیراز. اقامتگاه رو هم بهتون نشون بدم،
ساده و خوبه، تر تمیز خدا رو شکر. علی هم رفته دوش بگیره دیگه، فعلا باید شب بخیر بگیم تا فردا. خب دیگه بلند شدیم بریم به برنامه‌های روزانه‌مون برسیم. قبل از اونم حیات اقامتگاه رو بهتون نشون بدم، حیات خیلی باحالی داره. دیشب که اومدیم اصلا حیات چیزی معلوم نبود. صبحون هم که نداشت اقامتگاه دیگه، اومدیم یه چیزی سوپری گرفتیم بخوریم. جاتون خالیه. خب اول کار اومدیم جونقان، کاخ سردار اسد. اینا هم بگم اشتباه میکردم، میگفتم قلعه سردار اسد، کاخ سردار اسده. بعد اینکه اون روستایی هم که ما دیشب توش اقامت داشتیم روستای شلمزار نبود، روستای تشنه بود. این دوتا رو گفتم که بگم اصلاح کنم، اشتباه گفته بودم. الانم بریم با هم این کاخ رو ببینیم، توضیحاتش رو بشنویم. این بنای دو طبقه در اواخر دوره قاجار توسط سردار اسد دوم بختیاری با الهامگیری از کاخهای فرانسوی قرن 19 میلادی ساخته شد. این کاخ شهرت خود را مدیون مشروطیت و شروع قیام بختیاری ها در شهر جنقان و اجتماع در این قلعه و سپس فتح اصفهان و تهران است. این هم تصویر خود سردار اسد. داخل هم تبدیل شده به موزه. بریم حالا فعلا موزه رو ببینیم، ببینیم چیا توشه. دیوارا که عکسای دوران مشروطیت و عکسای شاهان قاجار و حالا اتفاقاتی که تو دوران مشروطیت افتاده، عکساشون روی دیوارا هست. داخل اینا هم یه سری حالا چیزای دوران قاجاره. انگور نوبرانه، باقای انگورم که کامل توی این دره هست. آقا عادی هم اینجا هست. عجب انگوریه. ولی اینم پودر قوره گفتید هست؟ قوره خوش میکنن، بعدش آسیابش میکنن، میشه این برای رو خورش رو ای چیزا. در مسیر برگشت از شهر جونقان به دره درکش ورکش که یکی از مهمترین گذرگاه های خوزستان به اصفهان در دوره های مختلف تاریخی محسوب می شد رسیدیم. دلیل نامگذاری نام این دره هم به خاطر شیب های تند به سمت بالا و پایین است که در این مسیر افراد مجبور می شدن زین چار پایان بارکش را به جلو یعنی درکش و گاهی به عقب یعنی ورکش بکشند.
دوستان، دیگه به انتهای ویدیوهای استان چهارمحال بختیاری رسیدیم. 3-4 روز اینجا بودیم، سعی کردیم تا جایی که میشد اینجا رو بهتون نشون بدیم، ولی این استان دیگه بزرگتر از این حرفاست. خیلی جای دیگه داره که ببینید، توی 3-4 روز نمیشه. ای کاش بهار اومده بودیم که سرسبزتر بود. الانم البته خوب بوده، ولی به نظر من فصل بهار خیلی بهتره. آبشار زیادی اون موقع فعالن، الان اکثر آبشار، اکثر که نه، چند تا آبشار ما می‌خواستیم بریم، بهمون گفتن خوش شده نرید، ما نرفتیم. و اینکه اینجا اینا که الان داریم می‌بینید، تالاب چوغاخوره 70 کیلومتری شهر کرد. اکثر جاهایی که ما رفتیم رو می‌تونید توی گوگل پیدا کنید، نقشه‌اش هم هست، خواستید بیایید می‌تونید از اون استفاده کنید. اگه سوالی هم داشتید توی کامنت‌ها واسم بنویسین، جواب میدم. تصاویر هوایی این تالاب رو ببینید. منم ازتون خدافظی می‌کنم.